با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. من بعد چند تا جواب سوال کوتاه جواب ثابتی بدم. دوستان عزیز، عزیزان من، قربون شکل ماهتون برم، چرا نمیخواین یک خورده با عقلتون کار کنید؟ آقای ثابتی این همه آرشیو از کجا آورد؟ تصاویر یه سری افرادی که نماد پخش از کجا پخش کرد؟ اگه همچه آرشیوی داشت با میلیاردر با نیازی حرفا نداشت که عمدن این کار باش کردن، عمدن از رفتن کردن که یک سری افراد نشون رو مطرح بکنند، کسافتی رو بیان مطرح بکنند دوباره. چه نمیخواید اینا رو بفهمید؟ چه نمیخواید متوجه بشید؟ چه خود بروز عبته بهتون بگم، اینا که این کار رو میکنن عقده گشایی میکنه، حرفا میزنند عقده گشایی میکنه، یه سری کینه در عقده دارن. هزار تا که بگین نگین واسه واقعیت هیچ فرقی نمیکنه. ثابتی اشتباه کرد، تا در خونه خودم اشتباه کرد، نباید با من تو مصاحبه میکرد و من تو این برابری رو نمیکرد. بس کامل تمام. حالا هر چی دلتون میخواد بگید تا اونجا که میدونید خودتون. مگر بذار کامنت رو بخونید بقیه رو. تو ساعت یه دونتون از شما حرف مفسده. ثابتی خدمت کرده. خدمت کردن مهم نیست. خدمتکار موندن مهمه. انقلابی بودن مهم نیست. انقلابی ماندن مهمه. نباید مصاحبه میکرد. چه تصویری پخش کرد؟ اصلا چه ربطی به شقیقه داشت این تصویری که برای تو پخش کرد؟ در بی‌شرفی مرتو که دیگه چیزی نیست. ما مرتو که داره غرق میشه به موهای خودم چنگ میزنه. خدمت شما که یکی از روزنامه‌های بزرگ دنیا نوشته که آقای هنری کیسینجر کسی که دنیا رو تغییر داد، درست میگه، اما نه به سوی خیر، به سوی شر، به سوی بدبختی و فلاکت. با حمایت ملکه ایشون دنیا رو به سمت شر حمایت کرد. الان شر دنیا رو ما میبینیم، بدی دنیا رو ما میبینیم، درگیری دنیا رو ما میبینیم، جنگ ها رو میبینیم. ایشون خودش همه کار دنیا میدونست و بگو هر چی من میگم باید بشه، هر چی من میگم، من. حالا کجای آقای من؟ تو یک در رئیس جمهور ترسوندی، یه توی دو خوزاری ترسوندی، یه شعار ترسوندی، بعد تو تعیین میکردی کی باشه. خب چی شد نتیجهش؟ این همه چردیک و دنبت، کجای دنیا رو نظم برقرار کردی؟ کجای دنیا رو غیر که اصلا بفروشی؟ تو که نفروختی ولی کاری کردی اینجوری بشه؟ اگر مرد بودی، شرف داشتی، یه جو شرف داشتی، یه جو انسان بودی، یه جو نبیشتر، بعد در دنیا آرامش برقرار میکرد. جنگ و خرابی و که عمه منم میتونه، ولی شما ندارید شرف بنادید، چون فقط خودتون میبینید. آدم های عقده‌ای متوهم بدبخت فلک زده به چه قیمتی من نمیدونم. واترگیت تو درست کردی، مسائل دیگه تو درست کردی، درگیری تو درست کردی، جنگ ها تو درست کردی که چی بشه؟ چی شد؟ ولی خب به درک واسه شدی و طبق فرمول گفتم من خواهم به این دلایل، به طبق فرمول حکومت جمهوری اسلامی، حکومت هیچ رفتنی هستن. سوال یکیش تو بودی، یکیش تو پیر سگ بودی، پیر سگ، حیف سگ، حیف سگ. خب مثل اخبارتون بخونم، بعد یکی بندی پول خواهم کرد راجع بحث دوران قاجار و مسائلی که بود و چیزی که جدیداً افشا شده. ارسال تومار به شورای نگهبان، 30,000 کارگر خواستار لغو مصوبه افزایش سن بازنشستگی شدند. اینا پول ندارن بدن، دوباره بهانه میگردن، صندوقای بعد بازنشستگی رو همه رو خوردن، مال شرکت نفتم خوردن، آب روش خوردن، حالا موندن تو قصه و همین بازنشستا یک جای شما رو گیر بزنه کوسش ناپیدا. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی با اشاره به این که تو این تومار خطاب شورای نگهبان نوشته شده است، افزود شورای اسلامی کار و کار واحدها تومار رو در هر واحد به امضای پرسنل رساندن و تا کنون 30,000 امضا پای این تومار درج شده است. بله، این چپی ها هم که حالا دوستان هایی میگن من تکیر صحبت خواهم که چپی ها شما در طول این 44 سال چی گوی خوردید؟ یکیشی بگید کشورهایی که شما اینقدر حمایت میکردید، مزدورشی میکردید، گماشتگیشی میکردید کجا رسیدن؟ شوروی کجاست؟ چین کجاست؟
کره شمالی کجاست؟ چه تاجی گل سر دنیا زدن؟ شما چی میفهمید از چپ بودن؟ بدبخت فلک زده. فقط مزدوری مزدوری مزدوری، نشخوار کردن حرف دیگران و الاخر. یه کوبا مونده. کشور چپ غیر از فلاکت و بدبختی و ذلت و خفت چی برای خودشون و مردمش ندی آوردند؟ چی آوردند؟ بلی شرقی رو دیدین؟ چی کار کردید؟ که هنوزم باز دل میجوید نشخوار میکنید. جونتون در بیاد. شما هیچ پایگاه و جایگاهی ندارید. غیر از یک مش خائن به خودتون و به خانوادتون و به ملتتون. یک مش رانده شده یک روش در به در. که چی؟ شما چی هستید؟ او اربابتون بود، شوروی بود، کجا رسید؟ کشور دیگه هم که دیدیم همشون به گوخوری افتادن. من جور کره شمالی، من جور جای دیگه. و و و و و تو چی هستید؟ نمیفهمید. همونجور سوزنتون گیر کرده و حرف مفت میزنید. مفت 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 مفت. بله. بر اساس گزارش‌ها هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف یک کارخانه ذوب آهن اصفهان در اعتراض به اوضاع نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزد امروز دست به اعتصاب زدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همسانسازی حقوق با دیگر شرکت فولادی شدند. در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته شده است که هزاران نفر از کارگران بخش‌های مختلف کارخانه ذوب آهن اصفهان در تداوم اعتراض خود نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان اعتصاب نمودند و پس از دراپیمه در محوطه محوطه کارخانه مقابل ساختمان توحید مدیریت دست به تجمع زدند. همچنین خبرگزاری فارس در گفتگو با امیر حسین پرورش مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان عدم طبقه‌بندی نیروها را و پرداخت نشدن پاداش‌ها را به دلیل اعتصاب کارگران ایران کرد. بله. وزارت امور مهاجران از طالبان حدود 2000 نفر در یک روز داوطلب و مجبوری از ایران به افغانستان بازگشتند. وزارت امور مهاجران طالبان اعلام کرد که در جمعه اول دسامبر روز 2000 نفر از مهاجر مقیم ایران به صورت داوطلب و مجبوری به افغانستان بازگشتند. مبارکشون باشه. رئیس جمهور فرانسه بدبختی بیچاره فلک زده چوب دو سر طلا برای مذاکره آتش‌بس به قطر می‌رود. امانوئل ماکرون اینا همه‌شون بی پدر شده، یتیم شدن، بی مادر شده بودن، بی یتیم شده. اینا هیچی از خودش اختیار ندارن، چون ارباباشون مردن، چون اونها اینا رو سر کار گذاشتن که هر چی گفتن اینا انجام بدن. حالا موندن چیکار بکنن؟ حالا موندن چون از خودش هیچ اعتماد نیست، هیچ استقلال از خودش ندارن. رئیس جمهور فرانسه در نشست اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ 28 که در دبی در حال برگزاری گفت با هدف دستی به آتش‌بس جدید بین اسرائیل و حماس به قطر سفر خواهد کرد. دیروز اسرائیل پس از یک وقفه 7 روزه حملاتش را به نوار غزه سر گرفت. مقامات درمانی غزه میگویند که از زمان شروع مجدد جنگ 193 نفر کشته شدند. پس آمار حماس از زمان پایان آتش‌بس 7 روزه 652 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات درمانی حماس تعداد افراد کشته شده در غزه از 5000 نفر فراتر رفته است. آقای مکرون جهت اطلاع بگم نیروهای برای صلح رفته در صلح آتش‌بس از اسرائیل از قطر رفته. شما بی خود زحمت نکش نرو جایی. افزایش بیماری ریوی در چین، ایران و سایر کشورها. خلاصه این ریه‌ها ضعیف شده سر بعضی مسائل، خیلی مسائل، و این بیماری داره به سرعت رشد میکنه توی چین به خصوص و کشورهای دیگه تا کی برسه. اختلاف سران قوا بر سر قانونی که مردم مخالفان هستند. حاشیه ها و بحث ها در مورد لایحه موسوم به عفاف و حجاب این روزها در این روزها به شدت بیشتر ادامه دارد و در یکی از تازه ترین موارد سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه نشان داد که اختلاف عمیقی بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود دارد. هیچ جا نمیرسید، خودتون هم میدونید. زور شما به یک صدم زنها نمیرسه، جیگرتون در میارن.
بر همین اساس سخنگوی دولت قوه قضاییه را به ناتوانی در اجرای قانون متهم کرد و گفته است که در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسائل کشف حجاب و دولت معتقد است که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قانون موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه نیست جدید نیست، اما قوه قضاییه لایحه جدید تدوین کرد. سازمان بازرسی از کشف فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای خبر داد. بیش از یه حرف است. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام که سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد حداقل 1 میلیارد و 400 میلیون دلار دلاری ارز برای واردات چای خبر داده و تاکید کرد که این عدد با محاسبات جدید به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. بر همین اساس اعلام شده که در مقابل این میزان ارز دریافت شده هیچ کالای وارد نشده. میگوی صادراتی از شیرات بوشهر پس فرستاده شدند. روزنامه پیام ها در گزارش به نقل صادر کنندگان میگو در استان بوشهر خبر داده که میگوی صادر شده به دلیل آلودگی و منشأ پساب انسانی پس فرستاده شده. مبارک باشه. امیر عبداللهیان خیلی خطرناک شده. پاسخ به حملات اسرائیل پشیمون کننده و سخت‌تر از قبل خواهد بود. قبل چیکار کردی؟ نگفتی قبل چیکار کردی؟ واکنش رهبران جامع در گذاشت کسینجر تحسین دیپلماتی بزرگ و با ذهنی درخشان. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که بارها از جمله حدود 1 ماه پیش از آقای کسینجر راهنمایی خواسته بود و افزود او استانداردها را برای تمام کسانی که سمت وزارت خارجه فعالیت میکنند تعیین کرد، ولی همش به نفع ملت، به نفع خودشون که دولتشون. بله، اختلاف تلاوی و مادی در پی سخن خصوصی در اسپانیا در جنگ غزه با همه دنیا درگیر میشید. آلودگی هوا در ایران به اوج رسید، مازوت سوزی عامل اصلی هستن. شوخی میکنید؟ نه بابا. بله. بعد یک مطلب روی اسپند رو نوشتن، من صحبت خواهم کرد. دردشون اومده اسپند دلی سرشون برده که اون سرش ناپیدا، مصرف دارو اومده پایین، سلامتی بیشتر شده و اونایی که منافعش به خطر افتاده الان اسفند رو علم میدونن بل میدونن. با دلیل بهتون میگم نیست، در کلیپ هایی صحبت خواهم کرد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل از سرگیری جنگ در غزه را فاجعه دانست. نماینده حزب دموکرات مسیح آلمان سیاست خارجی برلین در قبال جمهور اسلامی شرم‌آور است. بوده، هست و خواهد بود، شک نکنید. خدمت شما هستم. یکی راجع به بحث قاجار خواهم گذاشت و قاجار چه کار چه کار کرد میدونید، یک سری جدید خواهم گفت و چند بحث دیگه دارم که حتما صحبت خواهم کرد. عزیز دید ایامتون به کام، روزگارتون خوش. تا کلیپ بعدی همین 2 ساعت دیگه آپولوژی خدمت هم خدا نگهدار.